در اردیبهشت سال 1394 خورشیدی اینجا در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو پستی دایر شد زیر عنوان گزارشگر ویژه برای بررسی اثرات منفی اقدامات یک جانبه و جبری بر حقوق بشری. صاحب این عنوان پرتمطراق یک دیپلمات و سیاستمدار سابق الجزایری است به نام ادریس جزایری. او اخیراً از تمدید و تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به شدت انتقاد کرد و اون را غیرقانونی و مغایر منشور سازمان ملل خوانده. به غیر از انتقاد شدید، این گزارشگر ویژه چه کار دیگری در این زمینه می‌تواند بکند؟ مسئولیت او و شورای حقوق بشری سازمان ملل در قبال نقض گسترده حقوق بشری در کشورهای تحریم شده چیست؟ سفیر ادریس جزایری به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل لازم دیده که پستی با عنوان گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات جبری و یک جانبه بر حقوق بشری ایجاد بکنه؟ دلیلش این بود که بعد از پایان جنگ سرد تحریم‌های یک جانبه خیلی گسترده و فراگیر شد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد این قبیل تحریم‌ها باید از طرف شورای امنیت تعیین و وضع بشن، اما از اونجایی که خیلی وقتها دستیابی به اجماع در شورای امنیت ممکن نبود، تعداد زیادی از کشورها که البته عمدتاً هم از کشورهای صنعتی بودند به سمت اعمال تحریم‌های جبری و یک جانبه رفتن که در نتیجه اون امروز میشه گفت حدود یک چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنن که هدف تحریم‌های یک جانبه قرار دارن. دلیل ایجاد این پست همین بود. خب دقیقا ماموریت شما چیه؟ چیکار میکنید؟ کار من اینه که تأثیر منفی این قبیل تحریم‌ها رو روی حقوق بشر و زندگی مردم بیگناه بررسی کنم. همینطور تلاش برای آگاه کردن افکار عمومی از این وضعیت و البته تلاش برای اقداماتی در جهت کاهش آثار منفی این تحریم‌ها روی زندگی افراد غیر نظامی. تحقیق و بررسی میکنین و متوجه تأثیر این مسائل روی زندگی مردم عادی در کشورهای تحت تحریم میشین. بعدش با نتیجه تحقیقاتتون چیکار میکنین؟ خب دو تا شیوه یا روش داریم. یکیش اینه که توجه افکار عمومی رو به موضوع جلب کنیم، هرچند شخصا این روش رو دوست ندارم مگر اینکه واقعا پای خطر جانی در میون باشه. ولی در موارد دیگه من دیپلماسی بی سر و صدا رو ترجیح میدم و سعی میکنم با هر دو طرف، یعنی کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم، ارتباط برقرار کنم و سعی کنم بینشون نقاط مشترک و تفاهمی پیدا بشه یا به وجود بیاد. کار ساده ای نیست، ولی ثابت شده که میتونه به نتایج مثبتی برسه. از جمله در مورد سودان، کشوری که حدود 20 سال از طرف گروهی از کشورها به شکل یک جانبه تحریم بود. ما شرایط گفتگوی این کشورها رو با سودان فراهم کردیم و با گذشت زمان موفق شدیم موارد اختلاف رو کاهش بدیم و نهایتاً تونستیم در یک دوره 18 ماهه در زمان ریاست جمهوری ترامپ تحریم‌ها رو برداریم. البته این روند در دوره اوباما شروع شد و عملاً نهایی شده بود. دولت ترامپ درخواست مدتی وقت برای بررسی توافق کرد و در نهایت در سپتامبر 2017 موضوع ختم به خیر شد و تحریم‌ها برداشته شد. این اون کاریه که ما دوست داریم هر وقت که امکانش باشه انجام بدیم. بنابراین حدس می‌زنم هدفتون اینه که در مورد تحریم‌های ایران هم به نتیجه مشابهی برسیم. بله، نه فقط ایران. البته چندین مورد دیگه هم داریم که ما باهاشون درگیریم، ولی وضعیت ایران به طور مشخص بغرنج و چالشیه. ما خیلی درگیر سیاست‌هایی که منجر به اعمال تحریم‌ها علیه ایران یا خروج آمریکا از برجام شده نمی‌شیم. اینا سیاسیه.
اون چه که ما دنبالش هستیم اینه که ببینیم چطور میتونیم از مردم عادی ایران محافظت کنیم. اونم از طریق بررسی در سه زمینه که اصلا نیاز به تحریم هست، متناسب بودن شدت تحریم ها و همینطور هدفمند بودن تحریم ها. به این معنا که تا حد امکان روی مردم عادی و غیر نظامی تأثیر نذاره، بلکه فقط کسایی رو هدف بگیره که قرار بوده تحریم بشن. الان من نگرانم چون شنیدم که دولت آمریکا اعلام کرده این مجموعه تحریم ها سخت‌ترین تحریم های تاریخ خواهد بود و خب من نگرانیم رو از این موضوع اعلام کردم چون میترسم که این کار به طور ناخواسته تأثیر بدی روی زندگی مردم ایران بذاره. من از بیانیه‌ای که دولت آمریکا در 28 اوت در دیوان بین‌المللی دادگستری صادر کرد و در اون تاکید کرد که همزمان با اعمال تحریم‌ها که از ماه مه شروع شده و تا ماه نوامبر کامل میشه، استثناهای بشر دوستانه رو مد نظر میگیره استقبال کردم. اگه آمریکا بخواد واقعا این استثناءات بشر دوستانه رو رعایت کنه، باید نقل و انتقالات مالی مرتبط با اونها هم در نظر بگیره و مانع رسیدن کالا و محمولهای بشر دوستانه به دست مردم ایران نشه. بنابراین من آمادگی خودم رو برای تعامل با کشور تحریم شده یعنی ایران و کشور تحریم کننده یعنی آمریکا در جهت رسیدن به راهکارهایی که تأثیر منفی تحریم‌ها روی مردم عادی ایران رو به حداقل برسونه اعلام می‌کنم. شما در این زمینه با مقام‌های ایران و آمریکا تماسی داشتین؟ من به تازگی علناً از آمریکا خواستم که راهکارهایی برای اجرای این استثناهای بشر دوستانه در نظر بگیره و خودم هم آمادم که در زمینه پیدا کردن راهکارهای عملی کمک و همکاری کنم، چون باید بگم در موارد دیگه از جمله موضوع سوریه که اخیراً درگیر بررسیش بودم، شاهد این بودم که همه کشورهای تحریم کننده قول میدن که این قبیل استثناها رو رعایت کنن، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. اونم به خاطر موانعی از قبیل بلوکه بودن ارتباطات مالی و از جمله قطع ارتباط ساختار مالی و پولی کشور با شبکه بین‌المللی سویفت. و خب در این شرایط حتی اگر مجوز واردات دارو هم داشته باشن، وقتی نمیتونن پولش رو بدن، عملا دارویی هم به دستشون نمیرسه. دقیقاً، و در مورد ایران هم احتمالاً این موضوع مشکل اصلی خواهد بود. از طرف دیگه شما به نحوی میگین که این قبیل تحریم‌های جبری یک جانبه در واقع غیر قانونیه. شما گفتین تحریم‌های بین‌المللی باید بر اساس قانون توجیه پذیر باشه، متناسب باشه و حقوق انسانی شهروندان عادی رو نقض نکنه و در مورد ایران هیچ کدوم از این شرط‌ها تضمین نشده. همینطوره. بله درسته. در واقع بحث طولانی و دامنه‌داری در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن همه تحریم‌های یک جانبه وجود داشته. کشورهای در حال توسعه قطعنامه‌هایی را در مجمع عمومی سازمان ملل و با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسوندند و با استناد به اینکه این تحریم‌ها در شورای امنیت تصویب نشدند، اونها را غیرقانونی می‌دونند. در مقابل کشورهایی که این تحریم‌ها رو وضع می‌کنن و معمولاً کشورهای بزرگ صنعتی هستن، استدلال می‌کنن که نمیشه گفت همه این تحریم‌ها غیرقانونیه. میگن به شرطی غیرقانونیه که هدفشون وارد کردن فشار سیاسی بر سایر کشورها باشه. اتحادیه اروپا هم میگه این تحریم‌ها غیرقانونیه. ولی استدلالی که برای وضع این تحریم‌ها میشه اینه که این اقدامات برای تضمین حقوق بشر در بعضی کشورها ضروریه. پاسخ من بهشون اینه که اگه قرار باشه برای بهبود وضع حقوق بشر در یک کشور دست به اقداماتی بزنیم که زندگی مردمش رو سخت‌تر از قبل کنه، مثل اینه که بخوایم آتش رو با آتش خاموش کنیم. به هر حال بحث سر قانونی بودن یا نبودن این تحریم‌ها به طور کلی همچنان ادامه داره. اما در این مورد به خصوص تصمیم به تحریم ایران بعد از اینکه آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت توافق برجام رو تایید کردن گرفته شد و از اونجایی که آمریکا باید به تصمیم‌های شورای امنیت متحد باشه و تصمیم شورا هم این بوده که تحریم تازه‌ای اعمال نشه، پیدا کردن توجیه قانونی برای این تحریم‌ها کار آسونی نیست.
خب امریکا از این توافق خارج شده و بنابراین خودش رو موظف به متعهد موندن به اون نمیدونه. Yes, well, you see the big challenge today is that بله ببینید چالش بزرگ امروز اینه که ساختار قانون بین الملل، قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه همگی بعد از جنگ جهانی دوم از طرف گروهی از کشورهای پیشرفته تدوین و نهایی و به جامعه جهانی عرضه شدند. این سازوکار قوانین بین الملل تا حالا با این فرض کار کرده که خود اون کشورهایی که در تدوین و تهیهش نقش داشتن بهش پایبند باشن و عمل کنن. بنابراین خواسته مهم از همه اون کشورهایی که در شکل‌گیری نظام قانون بین الملل نقش داشتن از جمله آمریکا اینه که متوجه مسئولیت ویژه‌ای که دارن باشن و اطمینان حاصل کنن که به این سازوکار پایبند هستن تا بقیه کشورها هم پایبند بمونن. در غیر این صورت همه ساختار قوانین بین الملل بی ثبات میشه و این به منزله تهدیدی برای صلح و امنیت جهانیه. Could be destabilized and that would be a threat to peace and security across the world. Right. شما مجموعه این تحریم ها رو با بحث حقوق بشر مرتبط میدونین و گفتین که اعمال این تحریم ها وضعیت حقوق بشر رو بدتر میکنه. ولی در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مثل ایران چی؟ کشوری که از طرف همه سازمان های مدافع حقوق بشر به نقض حقوق مردم ایران متهم شده. در حال حاضر شمار زیادی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگارها در ایران زندانی هستند. همین اواخر سه فعال مدنی را اعدام کردند. چطور میشه از تضمین این بخش از حقوق مردم ایران مطمئن شد؟ شورای حقوق بشر در این زمینه چیکار داره میکنه؟ That aspect of human rights of Iranians are protected. I mean, what the Human Rights Council is doing for that? Yes, this is why we have a special rapporteur. خب به همین دلیلی که گزارشگر ویژه‌ای برای ایران داریم که در ارتباط با مسائل حقوق بشری داخل ایران کار میکنه. به تازگی گزارشگر جدیدی منصوب شده که من هم باهاش دیداری داشتم و امیدوارم بتونیم با هم برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کنیم. اون با جنبه سیاست‌های داخلی موضوع سر کار داره و من با جنبه بین‌المللیش و اینکه تحریم‌های بین‌المللی چه تأثیری روی زندگی مردم ایران می‌ذارن. معنیش این نیست که مسائل داخلی ایران برای من اهمیتی نداره، ولی مسئولیتش با اونه. هر کدوم از ما مسئولیت‌های خاص خودمون رو داریم. در مورد سودان هم همینطور بود. اونجا هم کارشناس‌های مستقلی که در ارتباط با مسائل داخلی کشور کار می‌کردن با من که مسئول بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی روی وضعیت حقوق بشر بودم همکاری کردند و تونستیم یک توافق را نهایی کنیم. این بار هم به همکارم پیشنهاد دادم که در کنار هم کار کنیم تا بتونیم وضعیت حقوق بشر را برای مردم ایران ارتقا بدیم. Of the Iranian population. But so far, as you perfectly know, in recent. ولی خب همونطور که به خوبی میدونین طی سالهای اخیر سه گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده بودند. اول احمد شهید بود، بعد اسما جهانگیر و حالا هم جاوید رحمان. و تا حالا نه تنها بهشون اجازه سفر به ایران و تحقیق و تهیه گزارش از داخل کشور داده نشده، بلکه انواع اقسام اتهامات را هم بهشون وارد کردند. بنابراین به نظر میرسه ایران به اونچه که شورای حقوق بشر یا گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در اون کشور میگن اهمیتی نمیده. از طرف دیگه میبینیم که امریکایی ها هم به اون جنبه ای از قضیه که شما باهاش سر و کار دارین اهمیتی نمیدن. بنابراین به نظر میرسه که عملا کاری از دست شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگرانش بر نمیاد. Well, It's normal that all special rapporteurs. راستش طبیعیه که گزارشگرهای ویژه، حالا من باشم یا دیگرانی که با جنبه‌های داخلی مسائل حقوق بشری سر و کار دارن، همیشه کارشون به جایی میکشه که حساسیت بعضیا رو تحریک میکنن و در نتیجه همیشه هدف حمله قرار میگیرن، حالا یا از این طرف یا از طرف مقابل. معمولا کشورها زمانی گزارشگر ویژه را بی‌طرف میدونن که نقطه نظر اونها رو تایید کنه. استقلال واقعی همیشه باعث ناراحتی یکی از طرفین میشه. وقتی بین کشورها اختلاف نظری وجود داره، حتی در زمینه حقوق بشر، بند 33 منشور سازمان ملل میگه باید حداکثر تلاش بشه که این اختلاف نظر از راه مشاوره، مذاکره، میانجیگری یا حکمیت برطرف بشه. اینها مجموعه از تدابیر ممکنه. در نتیجه رفتن به سراغ تحریم‌های یک جانبه نشونه از شکست ساختار بین‌المللی در زمینه تطابق با منشور سازمان ملل. درخواستی برای سفر به ایران برای تکمیل تحقیقاتتون دادین؟
Yes, I have been asked to go to invite. بله. از من دعوت شده به ایران برم و من هم علاقمندم که این کار رو بکنم. ولی ترجیح میدم این کار رو با هماهنگی با همکارم که به طور مشخص مسئول ایران شده انجام بدم. این در ساختار کاری ما متداول و مرسومه که به همدیگه مشاوره بدیم تا کارایی جمعی رو به حد اکثر برسونیم. متوجهم. ولی همونطور که گفتم ایرانی ها همیشه حساسیت خیلی زیادی روی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران داشتند و هیچ وقت بهشون اجازه سفر به کشور رو ندادن. ولی این بار که شما دارین با هم همکاری میکنین ممکنه که نسبت به شخص شما اونقدر سختگیر نباشن. به خصوص که قاعدتا موضوع گزارش شما رو دوست دارن. با توجه به این نکته فکر میکنین که احتمال این هست که این بار گزارشگر ویژه هم بتونه با شما به ایران سفر بکنه؟ Maybe chance for the special reporter on human rights to go to Iran with you as well? Well, this is not my decision. I leave it to his quiet diplomacy. خب این تصمیمی نیست که من بگیرم. این برمیگرده به دیپلماسی بی سر و صدای خودش. هر دوی ما باید بی سر و صدا تلاش‌های دیپلماتیک خودمون رو دنبال کنیم. همیشه نمیشه دیپلماسی رو به شکل عمومی و علنی پیش برد، ولی در مجموع امیدوارم که تلاش‌های مشترکمون به تضمین حقوق بشر ایران از طریق پیدا کردن راهکارهایی برای استثناء قائل شدن در مورد تحریم‌ها منجر بشه. شورای حقوق بشر عموماً به جانبداری و عدم بیطرفی مثلا علیه اسرائیل متهم میشه. در همین حال تعدادی از کشورها هم هستند که در عین حالی که عضو شورای حقوق بشر هستند به نقض جدی حقوق بشر هم مشهورند. چطور بیطرفی شورای حقوق بشر رو توجیه میکنید و چه تضمینی هست که واقعا به دنبال بهبود وضع حقوق بشر در کشورهاست؟ And genuinely seeking for improvement of human rights in countries. The very fact that I'm doing this voluntary work as a special rapporteur. همین واقعیت که من کار گزارشگری شورا را به طور داوطلبانه پذیرفتم نشونه از تعهد من به ارزش‌های حقوق بشری صرف نظر از علایق سیاسیمه. اما طبق تعریف و اساسنامه شورای حقوق بشر از نمایندگان کشورها تشکیل شده. این نماینده‌ها هم مأموریت و مسئولیت دارند که از منافع و دیدگاه کشورهای مطبوعشون دفاع کنند. خب ما میخواییم به کمک تلاش‌های پیگیر مدیر شورا و ماموران مستقل که تلاششون از جادوگری هم کم نداره به نوعی به جانبداری‌های فردی غلبه کنیم و یک راه میانی برای بهبود وضع حقوق بشر پیدا کنیم. ولی خب درست مثل دادگاه بین‌المللی کیفری همیشه افرادی هستن که به شورا حمله میکنن، چون هر وقت که گزارشی در میاد و از کشوری انتقاد میشه اون کشور کل مجموعه رو زیر سوال میبره و تخریبش میکنه. ولی خب شورای حقوق بشر در شرایط فعلی دنیا کار میکنه و قدرتی جز یادآوری قانون نداره. شورای امنیت تنها بخش سازمان ملل که اهرم فشار واقعی در اختیار داره. بنابراین مشکل اینه که قدرت ما برای تلاش تدریجی در جهت کاستن از اختلافات و در نتیجه کاهش خطر تحریم‌های یک جانبه محدوده. یادمون نره که در پایان جنگ سرد وقتی که پیمان هلسینکی امضا شد همه کشورها گفتن که دیگه هرگز به سراغ توسل به تحریم نمیرن. شاید ما بتونیم از طریق مشاوره میانجیگری یا مذاکره تا حدی روابط کشورها رو بهتر کنیم. اختلافایی که ممکن مبنای حقوق بشری داشته باشن یا مشکلات حقوق بشری تنها بخشی از اونها باشن. ولی در هر صورت اگر بتونیم از راه‌های مختلف به کاهش اختلافات کمک کنیم قطعاً به مراتب کم هزینه‌تر از وضع فعلی خواهد بود. وضعیتی که همونطوری که در اول گفتگو هم اشاره کردم 1/4 جمعیت جهان تحت تحریم زندگی می‌کنه. Of these sanctions. Ambassador, I'm sure you're aware that you have been accused of. آقای سفیر، مطمئنم خبر دارین که شما رو متهم کردن که از روس‌ها $50,000 پول گرفتین. اون هم درست بعد از اینکه گزارشی تهیه کردین و از تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کردین. شما رو به عدم بی‌طرفی و طرفداری از روسیه متهم کردن. So basically they are accusing you of not being impartial or being in favor of the Russians.
Yes, well, that is normal, as I was saying. بله، همونطوری که قبلا اشاره کردن، طبیعیه که همیشه افرادی به ماموران مستقل اتهام میزنن. معمولا اون طرفی که احساس میکنه ضرر کرده این کار رو میکنه. ولی در این مورد به خصوص من از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه انتقاد نکردم، بلکه تنها گفتم که نتیجه معکوس داده. و وقتی که کاهش درآمد کشورهای اروپایی ناشی از اقدام متقابل روسیه رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که همه متضرر شدند. من گفتم وقتی به دنبال برطرف کردن اختلافات بین کشورها هستیم، باید سعی کنیم راهی رو پیدا کنیم که همه برنده باشند، نه اینکه همه بازنده بشن. و اما در مورد اون 50,000 دلار، اولا من داوطلبانه کار میکنم و هیچ حقوق دستمزدی نمیگیرم. مشکل نهادهای حقوق بشری سازمان ملل اینه که تنها 40% بودجهشون از طریق سازمان تامین میشه و 60% باقی مونده از طریق کمک‌های داوطلبانه کشورها میاد. اون 50,000 دلار هم در قالب همین کمک‌های داوطلبانه بود که سهم بخش ما شد، نه شخص من. در واقع بخشی از بودجه سازمان ملل که صرف هزینه‌های کارکنان، متخصصان و سایر موارد میشه. جزئیات این کمک‌ها هر سال در گزارش سالانه کمیسیاریا منتشر میشه. در واقع کمک‌های به مراتب بزرگتر از طرف اتحادیه اروپا، آمریکا، هلند و بعضی از کشورهای دیگه به بخش‌های مختلف سازمان اهدا شده. ولی البته نظر من اینه که به خصوص در مورد موضوعات حساسی مثل حقوق بشر بهتره که کل بودجه از طریق بودجه معمول و سازمانی تامین بشه و نه از طریق کمک‌های داوطلبانه کشورها. Well, the counter argument towards that is that the what's happening in the human rights of the Crimean people. خب منتقدای شما با ادعای اینکه روسیه بعد از انضمام کریمه به خاک خودش حقوق مردم این شبه جزیره رو پایمال کرده، شما رو متهم می‌کنن که در گزارشتون این موضوع رو نادیده گرفتید. The people in Crimea has been violated and it seems that you have ignored that. I express readiness after I carried out my mission to Russia with the agreement of Ukraine. بعد از اینکه گزارشم رو در مورد روسیه کامل کردم، به اوکراین اطلاع دادم که برای سفر به کریمه و تهیه گزارش از وضعیت اونجا آمادگی دارم، ولی پاسخی بهم ندادن. امیدوارم این فرصت برای گزارشگرهای دیگه فراهم بشه، چون مهمه که بتونیم تصویر واقعی از وضعیت در گوشه و کنار دنیا به دست بیاریم و نباید هیچ جا مستثنا بشه. و در نهایت شما از بعضی از کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا به خاطر تدوین قوانینی برای حمایت از شرکت‌هایی که در ایران کار می‌کنند و به نوعی دارن تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند تقدیر کردین. ولی خب به خوبی می‌دونین که دولت‌ها عملاً نمی‌تونن شرکت‌ها رو مجبور کنن که در ایران بمونن. خیلی از شرکت‌ها از ایران خارج شدن. بانک‌ها حاضر به همکاری نیستن و از طرف دیگه همونطور که خودتون هم اشاره کردین، این موضوع عمدتاً به این بستگی داره که آمریکایی‌ها تا چه حد در مورد تحریم‌ها کوتاه بیان. چقدر امیدوارید که به راه حلی مشابه قضیه سودان برسید. Similar results that you managed on Sudan. Well, the three degrees of sanctions. You have the so-called smart sanction. We try to minimize the impact on individuals. ببینید، سه سطح مختلف از تحریم وجود داره. اول تحریم‌های به اصطلاح هوشمند که در اون سعی میشه تأثیر روی افراد عادی غیر از کسانی که هدف اصلی هستن به حداقل برسه. ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن عملا فراگیر میشن. دوم تحریم‌های فراگیر که شامل همه چیز و همه کس میشه، شبیه چیزی که در عراق اتفاق افتاد و مشخص شد که هزینه انسانی خیلی زیادی به وجود آورد. و بعد به سطح سوم میرسیم که الان شاهدش هستیم و به مراتب بدتره و چیزی نیست جز بلوکه کردن وضعیتی که شما اول علیه کشور مثلا ایران تحریم‌های تجاری اعمال می‌کنید، بعد قوانین و سیاست‌های داخلی خودتون رو در قبال کشورهای ثالث به کار می‌گیرید و مانع تجارت اونها با کشور تحریم شده یعنی ایران میشید. در نتیجه به وضعیت محاصره اقتصادی میرسیم که در واقع در شرایط جنگی پیش میاد. مشکل اینه که در شرایط جنگی شهروندان غیر نظامی تحت حمایت و پوشش کنوانسیون 4 ژنو در مورد مسائل بشردوستانه قرار میگیرند.
ولی در زمان صلح چنین اتفاقی میفته؟ با توجه به اینکه رسما جنگی اعلام نشده، مردم غیر نظامی که به دلیل مواجهه با جنگ اقتصادی عملا در شرایط جنگی قرار دارند، تحت پوشش حمایتی کنوانسیون ژنو قرار نمیگیرند. من از این بابت خیلی نگرانم. That we have now a situation where in Iran, possibly in Gaza, of course, in Syria, in Venezuela. الان در ایران یا غزه، همینطور سوریه و ونزوئلا شاهد مواردی از محاصره اقتصادی هستیم که از طرف شورای امنیت تایید نشده و شرایطی مشابه شرایط جنگی. من از افکار عمومی دنیا میخوام که همراهی و همفکری کنن تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم. همانطوری که اشاره کردین، اتحادیه اروپا راهی قانونی را برای حمایت از شرکت‌های اروپایی که میخوان با ایران معامله کنن مهیا کرده، ولی از طرف دیگه شرکت‌های اروپایی نمیخوان به قیمت از دست دادن بازار آمریکا ریسک کنند. بنابراین ضروریه که، و منم توصیه میکنم، اتحادیه اروپا با سازمان ملل و دفتر ما تماس بگیره و هماهنگ باشه تا بتونیم در سطح جهانی شیوه‌ای رو برای مقابله با این وضعیت تعریف و تدوین کنیم. A line of action to address this increasingly preoccupying situation at the world level. Thank you very much, Ambassador. خیلی متشکرم آقای ادریس جزائری که به برنامه ما اومدید.